آقای محسن حیدری فروشنده قطعات دوربینای مداربسته تو بازار تهرانه و مدعیه که سرش هم خیلی شده. اما حالا از طرف آقای مجید حیدری به اتهام افترا و افشای اسرار کاری به دادگاه خونده شده. آقای مجید حیدری نصاب دوربینای مداربسته است. او مدتی که نتونسته بدهیش رو با محسن تسویه کنه و مبلغی رو به محسن بدهکاره. محسن هم به دروغ اونو تو گروه های کاری کلاهبردار معرفی کرده. قیام کنید. سلام آجا. سلام. بفرمایید. خب آقای مجید حیدری. بله جناب قاضی. بعد آقای محسن برادرین با هم؟ نه آقای قاضی. هزار سال با این چه نسبتی آخه؟ برادر تشبه اسمی من خرم مقادرم این همه صداش میکردم داداش داداش. چرا به خود توهین میکنی؟ خودات باشه. من سوال پرسیدم برادرین یا نه؟ آقا دیگه به خودم دارم توهین میکنم دیگه، همین مونده به خاطر توهین به خودم بیام از خودم شکایت کنم. والله این روزا دیگه هیچی بعید نیست. من میگم به خودت هم توهین نکن. آقا یه لطفی بکن توضیح. شما بابت افترا از آقای محسن حیدری شکایت کردی. همکاریم با هم؟ آقا یه جورای همکاریم. اگه اجازه بده من صحبت بکنم آقا. افترا ایشون از من شکایت کرد. چرا خندم بگیره؟ مرد مومه افترا زدی دیگه، همه جا رفتی پر کردی. من کلا بردارم حاج آقا سر یه کاری. من یه چک به ایشون دادم با هم کار کردیم. چکم رو هنو نتونستم پاس کنم. بیمحل نیست حاج آقا، هنو پول نداشتم نشتونستم پاس کنم. خوب. همه جا رفته پر کرده. من کلا بردارم، تو تمام کسبه خرابم کرده. هیچ خوب کردم نه جنس گفتم کلا برداری. من یه کلا برداری کردم ازت. آره آبروتم میبرم همونجوری که خودم آبرو دادم به کسب و کارت. تو آبرو دادی به کسب و کار من؟ بله پس کی داده این همه جنس رو؟ کی ازت میخرید نقدی به اعتبار کی به جنس میده تو این بازار؟ کی به من؟ بله حق داره حاج آقا، من بونگا خیریه هم همکارم بهم میگن باز کردی. بابا چیه بونگا خیریه؟ بونگا خیریه حیدری معروفم. خود تو هر جا هم میرفتی به اعتبار من به جنس میدادم. والا جنسات همچین ارزون هم نیست. آقا 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 این مراوده و این بحثتون رو خواهش میکنم از دادگاه ببرید بیرون. میشه جای این کارا نیست. ما اینجا میخوایم مشکل پرونده رو حل بکنیم، به پرونده رسیدگی بکنیم. پرونده هم بحث افتراس. بله. ما نه به چک کار داریم نه به هیچ چیز دیگه. آقا چرا به چک کار ندارید؟ من اینجا طلبکارم. آقا شما اگر من اومدم اینجا به خاطر چک، شما یعنی چی به چک کار اومدید؟ آقای حیدری شما اگر طلبی چی اومدم؟ من اومدم چکم باشه. آقا دارم حرف میزنم. شما اگر طلبی داری باید بری شکایت کیفری بکنی بهش رسیدگی بشه. آقا یعنی اینجا خب من اومدم اینجا دیگه، شما هم مگه قاضی شما نیستی؟ الان به عنوان شما مگه قاضی نیستی آقا؟ خواهش میکنم دو دقیقه به من اجازه بدی. اینجا شما... همه دارن حرف میزنن فقط من باید اینجا ساکت باشم. شما الان به عنوان متهم اومدی اینجا، ایشون بهت اتهام زده بابت افترا. ما میخوایم پرونده رو این اصلا درسته؟ خدا وکیلی شما خودتون تو دل خودتون خندتون نمیگیره؟ نه چرا من آقا چک تو نمیدونی واسه چی اومد اینجا؟ واسه چک نیومدی که چک شیش ماهه به من داده. آقا این اصلا اجازه شیش... نمیده من صحبت بکنم. خب بفرما شما چک شیش ماهه ندادی؟ بگو دیگه بفرما. آقای حیدری شما هر دو حیدری هستی. خب بگو یه توضیح بده راجع به شکایتت. آقا من یه کاری رو قبول کردم، یه مناقصه ای رو بردم. من الان 10 ساله با این آقا دارم کار میکنم. هر وقت دوربین خواستم، جنس خواستم، هر چی خواستم اومدم تهران، صاف رفتم مغازه ایشون از ایشون گرفتم. هیچ وقتم باهاش نسیه کار نکردم. من اصلا قبول ندارم نسیه رو آقا. تو با من نسیه کار نکردی؟ نه کی با نسیه کار کردم؟ نسیه کار نکردی من کی با نسیه کار؟ خلاصه به خاطر تشابه اسممون یا سنمون هر چی بوده ما با هم یه ذره جور شدیم. همه جا برگشته خودش گفته ما داداشیم. بفهمم من خودش میگه تا من گفتم ما داداشیم، گفتم ما شبیه داداشیم، مثل داداش میمونیم. اصل موضوع شکایت تو بگو. ببخشید آقا. خلاصه ما این کارا رو گرفتیم، طبق معمول به این آقا زنگ زدیم. اصلا تهران هم نیومدم، بارو برای من فرستاد شمال. منم یه چک نوشتم واسه 6 ماه بعد بهش دادم خیالش راحت باشه. خب خیلی هم خیالم راحت شد.
چون هر ماه استعلامشو گرفتم بیشتر از 200,000 تومان موجودی نداره. خب هنوز چک کار نکردم. بعد 6 ماه هم استعلام گرفتم از بانک به خاطر کرونا کار تومان آقا نمیره حسابش. و چک 100 میلیونی کشیده داده دست من. اجازه بده من صحبتای ایشون رو گوش کنم. صحبتای ایشون آقا دو... یعنی من لال شم اینجا. نه. من 100 میلیون چک دارم. من با لال شم اینجا. آجا خدا شاهده من اصلا آدم عبدی نیستم بابا جان من بهت وقت میدم من اصلا اینجا لالمونی میگیرم آجا آقا یهو بگی شما نباش دیگه یهو بگی کلن چه نمیخوام حرفاتو گوش بدم چک و همه اینا رو بریز دور آقا اینجا واسه چک نیومدی چرا متوجه واسه نمیشی واسه چک نیومدم واسه چک نیومدم آجا آقا من نمیتونم واسه چک اینجا بکنم باشه من واسه چک نیومدم آجا آقا اصلا متوجه قضیه نمیشه من چی بگم بگو آقای استرکی صدا کن آقای استرکی آقای قاضی من الان باید چیکار کنم آجا آقا پرش داری بیارش آجا آقا من چیکار کنم با این آقا تحمل همه مون باید تحمل کنیم شما به خدا آبرو منو همه جا برده بله آجا آقا کی به شما گفت از دادگاه بری بیرون؟ ها؟ کی گفت از دادگاه بری بیرون؟ اجازه مگه باید بگیرم آجا آقا نه باید بگیری خودت چی فکر میکنی؟ اینجا کجاست؟ اینجا دادگاست مگه خیابونه؟ مگه مغازه است؟ برای چی بدون اجازه اینجا رفتی بیرون؟ شما نمیذارید من اصلا راجع به چک حرف بزنم آقا از اون موقع که تو داری عرضی عزیزم بذار من صحبت کنم آج آقا اجازه میدین من اصل کلام رو به شما بگم آقای گوش کن به من آقای هیدری تا من به اجازه ندادم حرف نمیزنی ها شنیدی؟ شنیدی یا نه؟ شنیدم تمام بگو توضیح بده آقا خلاصه ما چکو به ایشون دادیم رفتیم دنبال کارمون به خاطر کرونا کار خوابیده من چی کار کنم؟ خب. یک قرون پول از اون ور نگرفتم که هیچی از جیب من پول بچه‌ها رو دادم رفتن تموم که شده زنگ زدم به این آقا میگم برای من فاکتور بفرست ببینم چقدر حساب کتابمونه فاکتور 110 میلیونی رو 190 میلیون واسه من زده به قیمت روز مگه روز اول که ازش جنس گرفتی اگه ازش فاکتور نگرفتی نه آج آقا ما این همه سال با هم کار میکنیم نه من فاکتور میگیرم نه این چک میگیره کار تموم میشه من میرم تسویه خب چرا چک براش فرستادی حالا این دفعه گفتم خیالش راحت بشه چک 6 ماهه دادم حاج آقا من میتونم حرف بزنم دمید. قیمت روزه دیگه قیمتو چی بعد 5 ماه به قیمت پیروز بزنم نه به قیمت دو روز بعدش به قیمت بزنم. روز میزنم دوبلش هم میزنم حالا که اینجوریه اینقدر چشم روی اصلا گذشته این حرفا رفته همه جا پر کرده من کلاهبردارم مگه چک پاس نشده کلاهبرداری با قیمت روز باز حساب میکنن برده من کسب شما اصلا دو سال قبلش خریده باشه مغازه من اگر یک دبه ماسک بخرم 15% روش سود میکشم میفروشمش برای مهم نیست که چقدر افزایش قیمت داشته ما باید خودمون به خودمون رحم بکنیم دیگه اصلا اجازه بده دارم حرف میزنم شما به ایشون افترا زدی گفتی کلا بردار مگه کسی میتونه بابت یه ورق چک به کسی بگه کلا بردار چرا نتونه آج آقا دیگه کلا برداری تو قانون نمیدن آج آقا قانون گذارن ایشون قانون کجای؟ کجا ببینم آره قانون من نگاه کنم آقا حاج آقا این وسط طرف من میپره هیچ مسئله ای نداره نه جواب سوال منو من باید فقط از شما اجازه بگیرم خیابون انقلاب بلدی بله خیابون جمهوری هم بلدی بله اونجا کتاب فروشی هست میره کتاب قانون میخری داخل کتاب قانون توضیح داده که کلاهبردار به کی میگن کلاهبردار به کسی میگن که مانور متقلبانه انجام میده شما رو مجابت میکنه به انجام دادن کاری یه پولی ازت میگیره اون کار انجام نمیده اونو بهش میگن کلاهبردار ایشون یه ورق چک کشیده به شما داده خودش هم اینجا وایساده میگه من چکمو پاس میکنم اگر این کارو تکرار بکنه تو بازار به چند نفر این کارو تکرار بکنه بعد بهش میگن کلاهبردار نکنه آقا خدا شاهده تا حالا نداشتم همین الان خودتون فرمودید دیگه این آقا اومد پیش من منو مجاب کرد که بهم دوربین بده من 6 ماه بعد بهت 100 میلیون تومان وجه رایج مملکتو میدم چرا دروغ میگی تو بار خودت متقلبانه نیست از من داری سوال میکنی از شما بله نه
نه نه این سه بار پشت سر کار کردم ببین عجب عدالتی آفرین عجب عدالتی. بعد شما توی گروه صنفی تو بذار عکسایی رو که آورده چرا همه جا پر کرده من کلاوردارم خدا شاهده واسه یه بک چک اصلا آبروی منو برده هیچ کی دیگه به من کار نمیکنه چی ببخشید آبرو تو برده آقا ضربه زده به کارم به خدا من یه پیمان کارم که خوردی رفته هیچ جا هم نگم یه موقع خدای نکرده آبروت نره آقای حیدری این پیغامو شما گذاشتی تو گروه بیا بله درسته دیگه بله این گروه صنفی تونه دیگه نوشته فروشندگانه دوربین مدار بسته درسته درسته بله آج آقا اونقدری مرد هستیم که گفتیم بگیم گفتیم آره خیلی مرد آج آقا آفرین نوشتی فردی موسوم تو خوبی فردی موسوم موسوم اسمش مجید حیدری موسوم نداره در طی یک سال گذشته با معرفی خودش به عنوان برادر این جانب اقدام به کلاهبرداری کرد. آقا خدا شاهده من هیچ جا نگفتم برادرشم. هیچ جا نگفتم. تو؟ گفتن ما مثل برادریم. خودش زنگ زد به همکارا. میگفت به داداش من جنس بدین هواشو داشته باشیم. خودش میگفت. خریت کردم آقا. همینه میگم خریت کردم. چرا داری به خودت توهین میکنی؟ چه با خودت هم درگیری بابا؟ آخرم میگه آقا واقعیت چه اصراری داره؟ وقتی که آمدیم این حسار براسد اقدام کردیم یهو دیدیم که این ایشون یعنی این خانوم با یک سندی که ادعا میکنن متعلق به پدر بنده است آمدن و ادعا کردن نسبت به خونه یعنی الان شما میگین ایشون دستخط رو جعل کرده بله برای ما که ثابت شده حاج آقا ما اومدیم شما هم الان درخواست شما چیه؟ حاج آقا ما میخواییم شما امضا و اثر انگشت رو بررسی کنیم خدا من دیگه خسته شدم خود تو تنیشانی که من بچه ها بزرگ میکردم یک بار به من زنی نزدیم بالا شما رفت رو نداشتیم یک بار دیدم تو وقتی که با داداش هدایی شما بشم حاج آقا هدایی شما بشم بابای من اصلا سواد نداشت هرچی بزن از جلوش میتونه امضا کنه حاج آقا بفرستی هفت نفری حاج آقا اصلا تکلیف این پرونده مشخص میشه من راحت میشم حاج آقا اجازه میدین من بگم من یه پروژه گرفتم فقط بابت اینکه پول این آقا رو صاف کنم به هر کی زنگ زدم هیچ کس بهم جنس نداد مجبور شدم پاشم بیام تهران اونجا کار و زندگیمو ول کردم اومدم اینجا فهمیدم آقا همه جا پر کرده من کلاهبردارم مجید کلاهبردار اصلا روم لقب گذاشتن بی دلیل به خاطر یه چک پاس نشده آخه این انصافه خب الان حاج آقا شما ببینید الان شما دیگه خودتون قاضی دیگه شما خودتون قضاوت کنید من برم پیش همه بشینم بگم برادر شما باز میگه من نگفتم به گفتی برادر من کی گفته من گفتی کن. برم همه جا بشینم بگم برادر شما اینم شناسنامم بعد اعتبار شما قاضی برم از ملت جنس دست دو بگیرم جنس نو بگیرم بعد پولشون رو ندم طلبکار بیاد اینجا تو محل کار شما تو همین دادگاه یقتون کنه بیا حساب داداشو تو تحقیقات کردیم ایشون این کارم نکرده نکرده یعنی چی نکرده رفته به والله رفته آج آقا اینجوری نگاه نکنید قسم دروغ میخوری توی دادگاه بعد طلب شما از ایشون چقدر بوده پس به اعتبار کی بهش جنس دادم جواب سوال منه بده طلب شما از ایشون چقدر بوده طلب من 100 تومن چرا تو بازار عنوان کردی که 200 میلیون 300 میلیون 500 میلیون از ایشون طلب کردی بیشتر خرابم کنه آجا آقا شیرینش کردم چیکار کردی شیرینش کردم من متوجه نمیشم آجا آقا تو بازار هر چی طلبت بیشتر باشه گنده تر باشه اعتبارت هم بیشتره حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه آبرو مردم آبرو چیه بعضیا به صفرای موجودی حسابشون مینازن من بدبخت مینوا به صفرای ناموجود طلبم خب اینم به قیمت بردن آبروی دیگران ببین الان عکس بعدی رو بذار آقا ول کن این حرفا رو بگو واسه من چقدر بریدیم حبس کل بازار رو گردن بگیرم دیگه این چیه الان پشت شیشه مغازت زدی آقا ببین چه جوری آبرو مردمو میبره باز داری فردی موسوم به مجید رو گفتم من یا آقا دروغ گفتی؟ حاج آقا همین مغازه‌ای که می‌بینید شما تشریف بیارید. خب. من از سال 89 چک دارم. 200 هزار تومان، 500 هزار تومان، 1 میلیون. تازه اینا مال اون موقع است. 200 هزار تومان اون موقع اینا آره. که دیگه نقد نمیشه. همه رو نگه داشتم. من یه لیست دارم. بله، همه رو نگه داشتم. پس آره. چی؟ پولمه. حاج آقا من یه لیست دارم. همین این لیست. اسم همه رو هم توش نوشتم. اسم فقط این نبود که
اسم اینم جایدن اضافه کردم. دست درد نکنه. آقای حیدری، شما وقتی که به یه نفر اتهام کلاهبرداری میزنی باید ثابتش کنی. باید بری یه دادگاه کیفری شکایت بکنی. اونجا رسیدگی بهش. اگر بتونی ثابت بکنی این اثبات. این چک اثبات. آقا ما که داریم میگیم، من که گفتم چک دادم دست، چی آورد اینجا؟ من خودم گفتم برای پولمو بده. چرا آبرومو بردی؟ چرا آقای حیدری شما بابت اون چکت باید بری جداگانه شکایت کنی. الان ربطی به این پرونده نداره. وقتی به یه نفر اتهام کلاهبرداری میزنی مرتکب جرم شدی. اگر نتونی ثابت کنی مرتکب جرم شدی. مجازات چم میدونی چیه؟ بفرمایید. 6 ماه تا 1 سال حبس تعلیقی. بفرمایید. به خاطر چکی که از این آقا دارم من از فردا باید برم یه 6 ماه زندان دیگه. حبس تعلیقی میدونی یعنی چی یا نه؟ نه آقا نمیدونم. حبس دیگه آقا زندان دیگه. نه فرق میکنه. بذار بهت بگم. حبس تعلیقی یعنی که الان شما زندان نمیری، ولی اگه مجدد این اشتباه رو تکرار بکنی این حکم درباره شما لازم الاجراست. آقای حیدری حاج آقا من فوشم زیاد دادم تو دلم بهشا. خب چی دادی بگو فوشایی که دادی رو. حاج آقا دارم میگم اگر فوش داده باشم بهش. نه شما میگی فوش دادم. شما هرچی من میگم میخوای بنویسی سری. خودت داری میگی. حاج آقا میگم اگر فوش داده باشم بهش اونا هم یعنی لحاظ میشه. اگر داده باشی ایشون هم شکایت داره. خب سوال میپرسی به جوابتو بده بدم دیگه. دستتون درد نکنه. اگر شما به ایشون توهین کرده باشی ایشون هم بابت اون توهین شکایت بکنه قطعا بهش رسیدگی میشه. شما بابتش جریمه میشی. من الان چیکار کنم؟ آبروم رفته، کارم لطمه دیده، هیچ کی دیگه روم حساب نمیکنه. اسرار کاریمو رفته همه جا فاش کرده، زده پشت شیشه مغازش. من چیکار باید بکنم؟ مگه اسرار اون آدم آج آقا من الان چیکار کنم؟ نه این که به هر حال الان شما میگی اسرار کاری شما فاش شده، این قضیه برای من ثابت نشده. آقا اینا چیه پس؟ نه اینجوری نیست. بفرما. آقای حیدری متوجه شدی چی شد؟ 6 ماه حبس تعلیقی. سوالی هست؟ می نویسی شما آدم در مورد مطالبه وجه چکت هم میتونی بری شکایت بکنی. چک تو بذاری اجرا پول تو بگیری. آره حقت که بری شکایت کنی، ولی حقت نیست آبرو مردمو ببری. فعلا که شما منو آوردی اینجا واسه آبرو. الان وقت کاسبین بود، همه همکارا پرسجو میکنن آبرو من که نه. حالا یه روز در کاسبین افتادی. آقای حیدری بفرمایید بفرمایید بریم بیرون با هم بحث کنیم. مرسی آجا.